من تو زندگیم بارها و بارها افتادم بارها و بارها به وعده هایی که به خدا دادم عمل نکردم گناه کردم خراب کردم و بارها و بارها پشیمون شدم که یک بار دیگه من وعده دادم ولی یه بار دیگه نتونستم از پس این تعهدم بر بیام ولی هر بار که افتادم مسیح با فیض و وفاداریش اونجا بوده و منو بلند کرد به من بار دیگه فرصت داده با فیض خودش با بخشش خودش با حضور خودش با آرامش و تسلی خودش به نظرم اگر شما هم با خودتون صادق باشید این تجربه رو داشتید بارها و بارها افتادیم ولی مسیح به ما فرصت دوباره میده برای من یکی از زیباترین داستانهای انجیل داستانیه که در فصل آخر انجیل یوحنا فصل 21 باش روبرو میشید. مسیح بعد از قیامش بارها به شاگردان ظاهر شده ولی صحنه ای رو میبینیم که شاگردان انگار دوباره ناامید شدند از خودشون معیوز شدند و رفتن دنبال ماهیگیری ظاهر شدن عیسی بر هفتن از شاگردان تیتر انجیل یوحنا فصل 21 پس از این وقایع عیسی بار دیگر خود را در کنار دریاچه تیبریه بر شاگردان نمایان ساخت توماس، پتروس و بعضی دیگه از شاگردان رفته بودن ماهیگیری دوباره. پتروس گفته بود من به سید ماهی میروم. آنها گفتن ما نیز با تو میاییم. دوباره برگشته بود به ماهیگیری اولیش. به ماموریتی که مسیح بهش داده بود انگار پشت کرده بود. که بابا من که دیگه خراب کردم، من که دیگه زیرش زدم، من که مسیح رو انکار کردم، من که فرار کردم شب آخر، من که قول دادم اگر همه فرار کنن من تا آخر با تو هم مسیح. ولی منم زیر این تعهدم کم آوردم دیگه مسیح با منم از شاید کاری نداشته باشه نمیدونیم چه افکاری تو سر پتروس هست ولی پتروس رفت دوباره ماهیگیری و بعد سهرگاهان آیه چهار ایسا در کنار ساحل ایستاد اما شاگردان در نیافتند که ایساست او به آنها گفت ای فرزندان چیزی برای خوردن ندارید این تنها جایی هست در اناجیل که مسیح به شاگرداش میگه فرزندان بچه ها فرزندان ماهی گرفتید غذایی برای خوردن دارید مسیح اونجا با نستاد با شرماور کردن با تحقیر کردن با بد و بیرا گفتن که شماها چرا آدم نمیشید شماها کی میخواید یاد بگیرید دوباره برگشتید سراغ کار و زندگی گذشتتون نه با لطافت با محبت با فیض فرزندان چیزی گرفتید دوباره بهشون میگه تور این ور بندازید با تور ماهی حالا ماهی میگیرن پتروس حدس میزنه که انگار مسیح خداونده که دوباره ظاهر شده شیرجه میزنه تو آب خودش رو به مسیح میرسونه و بعد آیه نه چون به ساحل رسیدند دیدن آتشی با زغال افروخته است و ماهی بر آن نهاده شده و نان نیز هست مسیح داره براشون صبونه درست میکنه براشون داره پذیرایی میکنه مسیح میزبانه پرفیز و محبت توی این صحنه عیسی به ایشان گفت از آن ماهیهایی که همکنون گرفتید بیاورید خلاصه ماهی رو میخورن و بهشون مسیح صبونه میده ولی میخوام یه اشاره اینجا بکنیم به یه آیه خیلی مهم آیه نو آتشی از زغال مسیح براشون افروخته چرا نویسنده اشاره میکنه که نوع آتیشش هم آتیش زغالیه چون اگر دقت بکنیم تو فصل 18 انجیل یوحنا اون شبی که مسیح داره محاکمه میشه فصل 18 آیه 18 انجیل یوحنا میگه هوا سرد بود خادمان و ماموران آتشی با زغال افروخته و بر گرد آن ایستاده بودند و خود را گرم میکردند پتروس نیز با آنان ایستاده بود و خود را گرم میکرد یعنی چی در جلوی یک آتش زغالی پتروس سه بار انکار میکنه که شاگرد مسیحه وقتی یه دختر خدمت گذار بغل آتیش میگه تو هم جزو به اون دارو دسته مسیح انگارا رئیستون رو که گرفتن میخوان مصلوبش کنن تو هم به نظرم باید بگیرن و پتروس اصلا انکار میکنه بعد از این همه بودن با مسیح جلوی یه آتیش زغالی پتروس اصلا این که مسیح رو میشناسه رو انکار میکنه و بعدم با چه گریه پتروس با ناامیدی از اونجا از اون صحنه فرار میکنه توی فصل 18 انجیل یوحنا ولی در حضور یک آتش زغالی پتروس خیانت میکنه و در فصل 21 مسیح یک فرصت دیگه دوباره به پتروس میده که در حضور یک آتیش زغالی حالا بعد از صبونه مسیح سه بار از پتروس میپرسه ای شم اون پسر یوحنا آیا مرا بیش از اینها محبت میکنی؟ او پاسخ داد بله سرورم تو که میدانی که دوستت دارم عیسی به او گفت از بره من مراقبت کن دوباره بار دوم ای شمون پسر یوحنا مرا محبت میکنی بله سرورم میدانی که دوستت دارم گوسفندان مرا شبانی کن بار سوم عیسی به او گفت ای شمون پسر یوحنا آیا مرا دوست میداری پتروس از اینکه عیسی سه بار از او پرسید آیا مرا دوست میداری آزرده شد و پاسخ داد سرورم تو از همه چیز آگاهی میدانی که دوستت دارم عیسی گفت از گوسفندان من مراقبت کن عزیزان مسیح ما رو میبخشه ولی بخشش گناه ماسمالی کردن سرپوش گذاشتن انکار کردن گناه نیست مسیح سه بار از پتروس میپرسه منو دوست داری چون سه بار پتروس مسیح رو در جلوی یه آتیش زغالی انکار کرد سه بار مسیح میخواست پتروس اعتراف بکنه در جلوی یک آتیش زغالی که من تو رو دوست دارم پس پتروس رو میبخشه ولی میخواد پتروس با گناه خودش روبرو بشه با خیانت خودش روبرو بشه با تاریکی های وجود خودش روبرو بشه ولی در فیض و محبت بدون محکوم کردن بدون شرمنده کردن میخواد پتروس با واقعیت گناه خودش روبرو بشه اون رو اعتراف بکنه و اعلام کنه که چقدر مسیح رو دوست داره کار مسیح سرپوش گذاشتن نیست کار مسیح اینه که نشون بده و پاک کنه و ببخشه و به ما یه فرصت دیگه بده هیچ وقت گناه و خیانت من به اون حدی حد نمیرسه که مسیح هم از ما ناامید بشه مسیح هم بگه ای بابا این اصلا الافی این شخص نه مسیح همیشه ایستاده به ما میگه برگرد روبرو شو با واقعیت گناهت اعتراف کن بلند شو مسیح خداوند فرصت های دوباره است در زندگی ما و بزرگترین سوال زندگی اینه که آیا مسیح رو دوست داریم؟ بزرگترین سوالی که مسیح از پتروس میپرسه منو دوست داری نمیگه دیگه قول نمیدی این کارو نکنی دیگه تا آخرش متعهد خواهی بود دیگه وفادار خواهی بود دیگه فل... نه منو دوست داری قلبت کجاست الان ما خیلی وقتا میخوایم که با هزار و یک شرط و شروط ثابت کنیم خوبی خودمونو مسیح دنبال قلبمونه میدونم ضعیفی میدونم بارهای دیگه خواهی افتاد میدونم هزار یک وسوسه و شکستگی شاید باش رو به رو بشی ولی منو دوست داری چون بزرگترین سوال برای مسیح اینه که قلبمون کجاست عشقمون کجاست و بعد از اینکه پتروس رو ازش سوال میکنه پتروس به پتروس فرصت میده که با شکستگی خودش رو, به رو بشه دوباره بلند شه برگرد به اون خدمتی که به شبانی کردن گوسفندان تعلیم دادن بشارت دادن حالا خدمت خدمتی که خدا برای تو در نظر داره شاید خدمت کلیسایی نباشه ولی خدا میخواد من و تو بلند شیم و ادامه بدیم به معمولیتی که خدا به ما داده بلند شو اون دعوتی که از خدا دریافت کرده بودی رو ول نکن فرار نکن معیوس و ناامید نباش نگو که دیگه از من گذشت دیگه من انقدر خراب کردم که برای من امیدی نیست آینده ای نیست راهی نیست نه بلند شو با گناه روبرو شو اعتراف کن عشقت رو به مسیح اعلام کن قلبت رو تفتیش کن بیار به حضور خدا و لبیک بگو به اون معموریتی که خدا به تو داده خوندگی تو دعوت تو فراموش نکن برگرد به میدون مبارزه برگرد به اون مسابقه هیچ وقت مسیح از تو ناامید نمیشه از تو معیوس نمیشه پس از خودت معیوس نشو از خودت ناامید نشو به دعوت خدا لبیک لب بگو چون مسیح خدای فرصتهای دوباره است